فیلم امروز با یک خونه تابستانی شروع میشه که تد پدر خانواده نویسنده است و با همسرش مری و روف توی اون خونه زندگی میکنن هی <تصفح> hey, سلام بچه ها خوش اومدید به کانالم لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره اونا دو تا پسر دو قلو داشتن که هشت سال پیش وقتی اونا نوجوان بودن توی تصادف از دست میرن و به خاطر اون مری همیشه افسرده است و تد هم همیشه درگیر کارشه و روف یک مربی داره که اسمش آلس هستش روف ساعت ها میشینه رو به روی عکسای برادراش و باهاشون صحبت میکنه ولی تد و مری که رابطه زناشویی خوبی با هم دیگه ندارن شروع میکنن با هم دیگه صحبت کردن و تد به مری میگه برای یک مدتی ما باید جدا از هم زندگی بکنیم چون این زندگی رو نمیتونیم ادامه بدیم و پر از مشکلاته پس ازت خواهش میکنم که بری و یک مدت توی هتل بمونی تد میخواسته که یک پسری به اسم ادی رو به عنوان زیر دستش استخدام بکنم اون شب دخترشون روف یک کابوس میبینه و شروع میکنه به گریه کردن و تد میره پیشش و سعی میکنه اون رو آروم بکنه چون تد گواهی نمه نداشت به خاطر همین مری خودش میره دنبال ادی و اون رو به خونه میرسونه و بهش میگه تد دادم بعدی نیست مطمئنم باهاش موفق میشی اونجا خود ادی هم که دوست داشته یک نویسنده بشه از کارش خیلی خوشحال بود که داره با تد کار میکنه چون خودش هم میخواسته به یکی مثل تد تبدیل بشه و یک آدم معروفی بشه ادی روزش رو با روف میگذرونه و باهاش خوشحال بوده و آلس رو داری مربی روف که کراش میزنه روی ادی تد یک دختری به اسم آولین رو استخدام میکنه اون یک مدلی هستش و روی لباس و طراحی و اینها هم دوست داشته کار کنه یه روز که ادی میره و مری رو تعقیب میکنه اون رو توی سینما میبینه و مری بهش میگه تو چرا اومدی اینجا ادی هم بهش میگه اومدم اینجا یک شام بخورم آخه تو خونه هیچ غذایی نبود اونم بهش میگه حتما یه روز دعوتت میکنم ادی ادی حتی با دیدن عکسای مری هم حالش بد میشده و دوست داشته با خودش مهم, مهم کنه و روز بعد رو میبینیم که ادی رفته دنبال مری و اون رو در حین شنادید دید میزده و وقتی که لباساش رو مری میندازه روی تخت میبینه که ادی داره با اونا باز هم با خودش هم, هم میکنه و اونجا ادی متوجه میشه که مری اون رو دیده و مری بهش میگه ببین اشکالی نداره اصلا کار اشتباهی نکردی همه پسرای همسنت این کار رو میکنن پس نگران نباش من دید منفی بهت ندارم و اون شب اون رو دعوت میکنه که حال ادی بیشتر از این گرفته نشه و کل شب رو در مورد همه چیز صحبت میکنن و اونجا ادی فقط داشته به یک چیز دیگه توجه میکرده چون کراش بوده روی مری روز بعدش که ادی و مری توی خونه بودن مری شروع میکنه در مورد پسراش با ادی صحبت کردن و اونجا ادی اون رو بغل میکنه و با هم وارد رابطه میشن فرداش تد نمایشگاه کتاب خودش رو داشته و کتابش رو شروع میکنه به خوندن اونجا ادی متوجه میشه که کتاب تد همشون بر اساس واقعیتن روزها بودش که تد همه چی رو به ادی یاد میداده و یک روز روف دخترشون مری و ادی رو با هم دیگه در حین رابطه میبینه و جیغ میزنه و ناراحت میشه اونجا مری سعی میکنه که آرومش کنه و بهش بگه هیچ اتفاقی نیفتاده تد که متوجه رابطه ادی و مری میشه به ادی ای میگه این کارتو تو ادامه بده و میخوام هم بعدا توی دادگاه علیه مری با من شهادت بدی ولی ادی همه چی رو به مری میگه مری هم میگه اشکال نداره من راضیم بذار اون هزانت روف رو بگیره و دخترش رو بگیره من مطمئنم اون پدر خوبیه و بهتر از من از روف مراقبت میکنه بعد از اون شروع میکنه در مورد آولین صحبت کردن و بهش میگه اون مدل رو میبینی من میدونم باهاش رابطه داره ولی از من قبلا استفاده میکرد برای این کاراش و ساعت ها من رو میذاشت و روی من طراحی میکرد و من هیچ چیزی نباید میگفتم یه روز عکس که میشکنه دست روف آسیب میبینه و اونجا بودش که مری میاد و پیش روف میره ولی تد متوجه میشه که تنهایی نمیتونه از روف مراقبت کنه و اون به مادرش هم نیاز داره به خاطر همین روف رو برای مدتی به مری میده حال مری که داشته بدتر از قبل هم می شده سعی میکنه اونجا رو ترک کنه و روف رو هم به تد بده ادی از این کارای مری ناراحت بود ولی یک روز که برای کارای تد هد من باید میرفته پیش آولین میره و یک سری عکس‌ها رو ازش میگیره که اونجا آولین عصبانی میشه و اون رو پرتش میکنه بیرون و بهش میگه که تد به من پولامو نداده مری میاد و به ادی میگه که خواهشن یک روز خونه رو برام خالی کن و بذار تد بره بیرون و ادی هم تد رو میبره خونه ی آولین و وقتی داشتن با هم دیگه دعوا میکردن اون رو اونجا ترک میکنه وقتی ادی برمیگرده خونه اونجا مری بهش میگه روف رو به ببر بیمارستان تا مایه نش کنن من نگران اونم ادی که از نقشه مری مطمئن بود میره و به عکاس میگه خواهشان عکسای مری رو به هم بده که حداقل روف یک خاطره ای از مادرش داشته باشه و اون طرف ما جراماتد رو داریم که میره توی یک کتاب خونه ای و کلی دختر جوان زیبا رو میبینه که همشون طرف دارشن اونجا مخشون رو میزنه و باهاشون میره خونشون و دوش میگیره و شروع میکنه به غذا خوردن و اونجا بهشون میگه دوست دارید مدل های من بشید اونا هم میگن آره ما خیلی دوست داریم مدل بشیم در حالی که خبر نداشتن اون چه مدلی میخواد وقتی میره خونه میبینه که مری داره اونجا رو ترک میکنه و مری بهش میگه آخرش میذارم که به آرزو برسی تد هم که ادی رو توی خونش میبینه اون رو میزنه و با همدیگه دعواشون میشه و بهش میگه چرا من اونجا ترک کردی پیش اون آولین دیوونه اونم بهش میگه تو متوجه ای مهمترین شخص زندگی رو از دست دادی مری تو رو ترکت کرده تد هم بهش میگه تا دیگه اخراجی نمیخوام اینجا باشی و روف که حالش روز به روز بتر میشده آلس اون رو ترک میکنه و دیگه مربی نداشته و تد متوجه میشه که آرزوش چی بوده و مطمئن میشه که هزانت روف رو مری بهش داده و یه شب که مست میکنه شروع میکنه در مورد همه چیز صحبت کردن و همه رو به ادی میگه و بهش میگه که من مقصر مردن اون دوتا بچم بودم چون من هم گواهی نامه نداشتم و هم اینکه اونجا یخبندون بود ولی من کاری نکردم که از این تصادف جلوگیری کنم و من مقصر بودم ولی هیچ وقت به مری حقیقت رو نگفتم که من رو مقصر نکنم ادی هم اکسای مری رو به روف میده و برای همیشه اون هم اونجا رو ترک میکنه و شغلش رو هم به خاطر مری از دست میده اما خونه اونها بدون خدمتکار میمونه و در آخر مایکل همراه با زنش میان پیش تد و مایکل خودش دستیاره تد میشه و زنش هم مربی روف و زندگیشون رو اینطوری ادامه میدن و روف رو زن مایکل بزرگ میکنم